اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. تا لحظه دیدار تو بیدارم من، سرشار تو و لحظه دیدارم من. علیرضا نوری‌زاده، 29 نوامبر، 8 آذر، سه شنبه. یک روز دیگر از انقلاب بزرگ مردم ایران گذشت. وقتی به این جوانان نگاه میکنم، به این راست قامتان، افسوس میخورم که نسل ما به چی فکر میکرد. ایدئالهای ما چه بود؟ ایدئالهای اینها زندگیه، آزادی زن، زندگی آزادی. و خیلی برای من قابل تأمله، ماها با یه ایدئالهای زندگی میکردیم، نسل ما، که اصلا گاهی اوقات سوال پیش میاد چرا ما در اون فضا بودیم و اونطور نگاه میکرد. یکی از هم نسلان من، کسی که 50 ساله با هم دوستیم، شاید هم بیشتر، و بله بیشتر، از اون زمانی که من مجله فردوسی بودم و هادی عزیزم می نوشت، شعر می گفت، و جنگ قلمیش با سیروس الوند که خیلی برای ما جالب بود. حالا سیروس کارگردان معروف سینمای ایرانه و هادی خرسندی شاعر بزرگ ایران، طنز پرداز اول و مبارز همیشه. درود به هادی خرسندی عزیزم. سلام بر بینندگان تلویزیون ایران فردا و بر علیرضا نوری‌زاده عزیز و همکاران در این تلویزیون. یاد اون جنگ ها غم تو دل من می‌ریزه، بیهوده هماره جنگیدیم. حالا البته جنگامون زیاد شدید نبود. من یادمه که با علیرضا نوری‌زاده هم اختلاف داشتم وقتی عباس پهلوان رفت به مکه، و البته لابد امروز دوست نداره که بگیم عباس پهلوان رفت به مکه، حج، سفر حج، و علیرضا نوری‌زاده شد برای در غیاب او سردبیر فردوسی. به هم پیوستیم، ولی این هستی که امروز داره می جنگه. علیرضا جان یادت باشه این جوانه که دارن می جنگن، ما با دقب باستیم، ما را هم می زنن، و دستیشون برسه ما را هم می زنند. ولی هادی جان، گاهی اوقات که باشون حرف می زنم، یه نوع قدردانی هم دارم. میگن ما به دنیا نیومده بودیم شما با این رژیم می جنگیدین، و بالاخره خیلی چیزا هم از شما یاد گرفتیم. من این نوع نگاه رو خیلی ارزش براش میذارم، همونطور که نسل ما برای بزرگترامون ارزش قائل بود. به هر حال اونا یه جایگاه خودشونو دارن، ولی تو صحنه خیابان این بچه ها خیلی از ما بهتر فکر میکنن و بهتر جلو رفتن. راستی هادی، یه سوال خیلی ساده، چرا ما ها تو اون فضا بودیم؟ چرا؟ تقصیر اگه بگم باز دعوا میشه. نه واقعا تقصیر حکومت بود. بگیم تقصیر حکومت بود.
تقصیر حکومت بود. ببینید آره. یه بیتی من دارم که الان یادم رفته کاملش و این اینه که دو نفر بودن که این مملکت رو انداختن به این وضعیت تباهی، شاه و ملت. اون انقلاب شاه و ملتی که محمد رضا شاه حرفشو میزد در واقع برون آمدش و خروجیش همین انقلاب یا فتنه یا قیام جمهوری اسلامی بود. جدا بودیم از هم، شاه از ما. اینا بدگویی نیست، نه نه نه، تاریخ. شاه از ما جدا بود. شما عکس های محمد رضا شاه رو نگاه بکنید، ببینید با کدوم وزیرش، با چه کس، کی یه عکس. فقط تنها عکسی که شاه رو در حال صحبت میبینیم با شبان جعفری است، و یکی هم عکس که اخیراً شد مال ویلای نوشهره که محمد رضا شاه با بالاتنه اوریان و هویدا با پیرهن آسین کوتاه در خدمت اعلیحضرت. من اینها رو کسی رو مقصر نمیدونم به فرد. یک مجموعه بود که چنین شد. اطرافیانی هم که بودن برای محمد رضا شاه، خب اونها میتونستن نقش عمده داشته باشن. آقای هویدا که یه روز خودش چپ بود در بلژیک. حالا ما همه اینا ما به نیکی یاد میکنیم به دو دلیل. یکی این که از دور داریم نگاهشون میکنیم، و یکی این که مقایسهشون میکنیم. بله. با امروز هست و یادشون رو گرامی میداریم. اما هویدایی که به قول شاه روزی هفته یک کتاب میخوند فلان، چرا این آدم هایی که اینطور مطالعه داشتن و سیاست میشاختن، چرا این وضع رو پیشبینی نکردن؟ چرا از نامی رشیدی مطلق و پیامداش و اینها و به اینجا کشیدنش رو چرا پیشبینی نکردن؟ مگه نه اگه یه حکومتی که سازمان اطلاعاتی داره، ساواک داره، تجسس داره، چطور از کمترین حرکت یک دانشجو در خارج از کشور با خبر می شدن؟ اما با خبر نمی شدن که در شبکه مساجد، در شبکه حوزه ها چه داره می گذره. اون وقت محمد رضا شاه که میاد یک کار خیلی مترقی، خیلی زیبا، گویا فرانسه الهام می گیره، سپاه با دانش درست می کنه، سپاه ترویج و آبادانی، سپاه بهداشت درست می کنه که زیباست، بعد سپاه دین درست می کنه، طلبه ها رو می فرسته اقصا نقاط مملکت. خب آخه این کارا درست بود که این بلا سر هادی؟ یه مجموعه که بهش اشاره کردی خیلی اشاره درستی بود. وقتی آدم خاطرات علم رو میخونه، جا به جا میگه الملک عقیم، الملک عقیم. آخه خب چرا گذاشتین عقیم بشه؟ شما وقتی گزارش های سال تا سال 32 رو میخونی، ملاقات های شاه با دولت مردان، با مسئولان، بعد کاری میکنن که دیگه شاه انتظام رو هم نبینه. یا آدم های برجسته، علا وزیر دربار بوده مدت ها، مطرود میشه، یعنی در واقع آدم سروری و دیگران، آدم ها رو چنان از شاه دور میکنند که فقط در چنگ یک مجموعه باشه. دائم ذهنش رو خراب میکنند که مملکت تروریسته فلانه. من داشتم نگاه میکردم، میدم این رفیقمون خان بابا تهرانی چند دفعه عکسش رو انداختن که تو سنای لختی ها در آلمان بوده، تو سنا بوده، انگار مثلا جنایت کبیره کرده، به جای اینکه کارش رو بررسی کنه. به هر روز حالا یه شعر برامون بخون از همه چی واجبه. من که به خان بابا ارادت دارم، اما
اینو که تو سونا بوده رو ندیدم و نمیدونم، اما اونهایی که ایراد میگیرن شاید کنایهشون به اون قشر چپ و کمونیست ما بود که از هر زندگی لاکشری و مرفهی خودش رو مبرا و محروم و مفتخر میدونست بودن که مثلا توی سنایشون چیکار میکنه. اما شعر گفتین، تقدیم میکنم. بله. و مناسبتش هم اینه، مناسبتش اینه که الان که گنده کار آخوندا در آمده و امام پرانی ها نوزج گرفته، یک عده آخوندهای بی امامه فرصت گیر آوردند که دین فروشی بکنند. اینها دین فروشان با چراغ هستند. آخوندها در یک نگرشی که از یه زاویه‌ای بکنیم صادق‌تر است. آدمایی هستند که آخوندن و عمامه ندارند. آخوندها تکلیف خودشون رو مشخص کردن با مخاطب: من آخوندم، این عمامه، این عبا، این لوگوی منه، این آرم منه، این شیر خورشید منه که من مفخورم، من پستم، من فرصت طلبم. یه استثناهایی البته داریم که جاشون برای ما محفوظه، اما این آخوندان بی عمامه دین فروش، از قول اونها چنین میگویم که دین فروش با چراغم، دین فروش با چراغم، دین به دنیا میفروشم با 12 تا امام فرد اعلی میفروشم. دکترا دارم ز دانشگاه تحمیق خلایق، دین فروش با چراغم، دین به دنیا میفروشم با 12 تا امام فرد اعلی میفروشم. دکترا دارم ز دانشگاه تحمیق خلایق، دین به خلق ساده دل از ترس عقبا میفروشم. یک امیرالمؤمنین دارم که ورزشکار بوده، ای جوان مردان کجا هستید؟ مولا میفروشم. این علی با حاله دور سرش آمد به مارکت، با اجازه ذوالفقارش را مجزا. هم امام سرجوی و نرم و سازشکار دارم، هم امام جنگجوی و اهل دعوا میفروشم. یک شهید راه حق دارم طرفدارش فراوان، این حسین ابن علی را برق آسا میفروشم. یک امام چهارمی دارم مریض احوال و ناخوش، حضرتش را بعد تشخیص و مداوا میفروشم. زینبی دارم سیبیلش زیر چادر گشته پنهان، کردم در تعزیه او را تماشا. یک امام هشتمی دارم غریب و با محبت، ضامن آهو شده در دشت و صحرا میفروشم. دین فروش دورگردم توی چاهی این حوالی، یک امام زنده هم دارم مهیا میفروشم. یک امام چاق دارم یک نی قلیان و لاغر، چه لورل هاردی امامی، این دو یک جا میفروشم. تف دارم شیرخاره تشنه لب در خط جبهه، تیر خورده بچه در آغوش بابا میفروشم. قاسم داماد دارم با 2 تا طفلان مسلم، یک کمی هم زیر قیمت، این 3 تا را میفروشم. سقت الاسلام دارم، حجت الاسلام دارم، آیت الله بزرگم مامه عظما میفروشم.
دارم از بحر شما کاتالوگ دین مبین را، اصل قرآن است، چاپ آمریکا می فروشم. قصه های حیرت آور، داستان های عجایب، ماجرای سکسی یوسف زلیخا می فروشم. راستی پیغمبری هم هست، اهل عشق و ایمان، صاحب یک عالم زنهای زیبا می فروشم. بنده روشن فکر دینم یا سروش راستینم، هر چه هستم شیعه را مانند کالا می فروشم. زن که دیگر دکه آخوندها رونق ندارد، بی امامه دین را جای آنها می فروشم. ممنونم، عالی. اولا شما دقت بکنید، حاجی خرسندی سلطه‌ای که بر زبان داره، شاعرای دیگه هم هستن میان شعر میگن، ولی روی ادبیات کلاسیک آدم اینقدر مسلط باشه. شما ردیف و قوافی که انتخاب کرده بود تو این شعر روش تعامل کنید، ببینید چقدر سخت بود و چقدر زیبا مچ شده بود اینا با هم دیگه. من میدونم هادی حالتهای شعر، شاعر حالتی که داره شعر میخواد بگه یه حالت ویژه‌ای هست. آدم باید مادرزاد شاعر باشه تا بتونه اینطور بنویسه. در حال هادی جان ممنونم ازت. از یه خواهشی دارم، اجازه بده ما هفته یه بار بیایم خدمت گپی بزنیم، شعری گوش بدیم، شعری گوش بدیم، حرفی بزنیم. به هر حال درد دل دوستای قدیمی هم گاهی شنیدنی است با هم دیگه. به ویژه که دلتنگیم. بی تو نه امور این جهان لنگ شده، نه بین زمین و آسمان نه کوه شده آب و نه دریا شده خشک، اما دل من برای تو تنگ شده. یه بار دیگه تو اون گویی که اون ساختمون رو ول کردن رفتن، ولی بریم تو اطلاعات با هم تو اون راه رو که منو بدرقه کردی تو اون روز جنجالی، و دست یاد... شونه هم بگذاریم و یادته چیز وقت یادم الان من نمیخوام بگم، ولی یادته که آدم های اونجا در مقابل تو جست هایی گرفتن که اسمش توی ساواک در آمد و معلوم شد که ایش وقت یادم نمیخوام بازی کردن اسمش با نون شروع میشد، با 300 تومن حقوق از ساواک 300 تومن. بگذاریم حاجی جان، ممنونم ازت، پاینده و پیروز، به امید دیدار بعدی، سپاسگزارم. ممنونم. خب بریم به وطن، بریم به اعتراضات شبانه مردم سری بزنیم، اعتراضاتی که جان و جهان ما رو تازه کرده. نگاه کن رهبر بریم بی غیرتی، هفته آذر 1401 منطقه پیامبر، شعارهای شبانه صرف خاموش نشدن شعله های انقلابه، اصل کار کف خیابونه، مرگ بر خامنه ای. هفتم آذر 1401 سنندج میدان نبوت، شروع راهبندان،
دوشنبه 7 آذر مرگ بر خامنه ای. این میدان حفوز منو به یاد دوران نوجوانی میندازه، خانه مرحوم زوکایی و پسراش که دوستای عزیز من بودن، یوسف، که ما این سنگا رو سوراخ میکردیم، چوب میکردیم توش میشد وزنه برداری، و هر روزی بزرگتر میشدیم یه سنگ اضافه میکردیم. یوسف ماشاءالله خیلی قوی بود، رفت امریکا، فوتبال امریکایی هم بازی میکرد و یادش بخیر. دوستان سروش و حسام و یوسف عزیز، میدان حفوز اون رستوران ذرت میرفتیم اونجا، خیلی شیک بود در اون فضا. درود بر اهالی میدان هفت حوز. اعتصابات همونطور که بارها ما گفتیم و خودتونم اعتقاد دارید، ستون فقرات یک انقلاب. با اعتصابات ستون فقرات انقلاب مستحکم میشه، ستون فقرات نظام ترک برمیداره یکی بعد از دیگری. هفته گذشته هفته اعتصابات بود، هر روز یک خبر تازه‌ای رو داشتیم و حالا من گزارشی برای شما دارم درباره اعتصابات. اعتصاب و کل مرزهای غربی کشور، اینا ماشینایی است که از هفته قبل مونده، ماشین جدید، هیچ ماشینی نیومده، دو روز فقط یه دونه یخچال اومده، اسلام آباد غرب شیشه هاشو شکستن و هیچ عنوان یک ماشین رد نمیشه. دوستان توجه کنید، اینا ماشین ها هفته قبل هم. ورودی پارکینگ مرز سومار، تاریخ 7/9/1401، اعتصاب سراسری. کامیونداران کرمانشاه 7/9، مثل سگ ترسیدم دادش. نگاه بکنید، اتوبان کاشانه، نه جلومون ماشینه نه پای سرمون ماشینه. یعنی این هنوز چیزی نشده، هنوز اعتصابمون شروع نشده، پیام میدن که آقا کشتی‌های حامل کالای اساسی تو بندر پهلو گرفتن، هر چه سریعتر برید این بارا رو جابجا کنید. ما که نرفتیم، الان یکی دو روزه، دو سه روزه، و امشب پیام دادن که آقا براتون سوخت ترمیمی ریختیم. چطور شد تا چند وقت پیش واسه ما سوخت ترمیمی نمیریختین؟ ها، ما نمیریم بار بیاریم، ما نمیریم بار بیاریم، وایسید بچه های تیم ملی که اومدن با نماینده های مجلس روف شوفر بفرستین برن نفری 3-4 سرویس بار بیارن واسه تون. ما با کار نمی کنیم، کار نمی کنیم. خمینی وقتی به پاریس رفت و
و بعد به تهران اومد، خزعبلاتی رو که تو نجف میگفت مکرر کرد و زیادتر کرد. یک حقیقت کوچک رو میگرفت تبدیلش میکرد به قیامت، قوقا. مثلا راجع به این که بله 40 سال مردم از رنج درد استبداد و غیره هستن، و خود ناجوان مردش این رو نمیدونست که حداقل در اون دوران ایران ساخته شد، دل دزدی به اندازه زمان او نبود و زمان بعد از او، ولی حرفایی رو میزنه که کاملا منطبق با اوضاع امروزه. یعنی در واقع سید روح الله خمینی اگر امام ایناست داره مجوز میده که آقا براندازی این رژیم حق شماست، من امام اینام و من براندازی رو حق شما میدونم. نگاه کنید، آتشی که الان در ایران روشن شده زبانه کشیده و دهات ایران را، عرض می کنم که قصبات ایران را، شهرهای بزرگ و کوچک ایران را فرا گرفته، و این مژده است برای ما که همه ناراضی صدا در آورده گشته دادن بی خود کنی برای فریاد است که میزنن که ما نمیخوایم این آتش را هیچ که نمیتوند خاموش کنه، فقط کلیدش دست خودش را فیگورش را گم کند برد، وقتی که رفت همقدر آرام میشه مملکت ایران. چرا آرام نباشد؟ مردم ایران مردم آرامی هست، لیکن وقتی اینقدر اشعار میشون میاد اون وقت صداشون در میاد، ولی مردم نجیب آرامی هست. الان از نجابتشون است که این داد را دارن میزن، این داد مردم این است که ما آزادی میکنم، بچه های کوچولو داد میزنن آزادی، مردهای بزرگ هم داد میزنن آزادی، دانشگاهی هم داد فریاد میزنن، خیلی دانشگاهی هم فریاد میزنن، اما آزادی. ایشون سلب آزادی یک ملت را کرده، کسی که سلب آزادی ملت را کرده صالح نیست، مردم نیست. خیلی جالبه تمام حرفایی که میزنه تطبیق با امروز داره. اگه به امامتون معتقدین گورتون رو گم کنید برید دیگه، داره میگه بهتون اون شاه انقدر مرد بود چون اهل آدم کشی نبود گذاشت رفت، شما نامردید و دارید میکشید ولی تش باید برید. مگه صدام و قذافی آدم کش نبودن مثل شما؟ شما البته بدترید، یه درجه بالاتر، بچه 10 ساله رو میکشید، اونا دیگه بچه 10 ساله رو نمیکشتن. ولی به حرفای خمینی گوش بدید، اینن تمام دروغهایی که برای اون روز میگید قابل انطباق برای امروزه، و دیدید بچه ها هم فریاد و بچه های امروز رو دیدید، اون 3 دختر نازنین رو دیدید. من واقعا برام جالب، بچه رو میبینم اومده در کنار پدر و مادرش داره فریاد میزنه مرگ بر خامنه ای، خیلی برای من جالبه، قابل تأمل واقعا. در چنین فضایی طبیعتا مردم دارن حرف آخر رو میزنن، باید بروید. درنگ کوتاهی میکنیم بریم شعری از شاملو رو بشنویم بر گستره تظاهرات بزرگ انقلاب ایران. با درود دوباره، صدای شاملو برای من همیشه این صدا در گوشم زنگ میزنه. وقتی اینا اومدن شاملو خیلی زود متوجه شد چه خبره و اون دهانت رو میبوین گفت که به اعتقاد من یه قطعنامه علیه انقلاب در همون 7 ماهای اولش. دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم. این تمام اون تصویری که در ذهن شاعر هست در این واژگان کوتاه تجلی پیدا میکنه و به این زیبایی کسی دیگه نمیتونه بگه. حالا یه نفر شعر بی وزن رو قبول نداره، شاملو به یک وزن درونی واژگان رسیده بود، دیگرانی که ادای او رو درآوردن موفق نشدن ولی او در کارش موفق بود. کسانی مثل مرحوم براهنی، مرحوم رویایی، اینا تجربه شعر بی وزن رو کردن، ولی بیشتر متأثر از شعرهای اروپایی بود.
و اون کار شاملو نبود. به هر روی بریم برسیم زودتر به خبرهامون. کمیته حقیقتیابی که سازمان ملل درست کرد برای کشف حقایق، البته حقایق موجود نزدشون دارن و نیازی هم ندارن از رژیم جمهوری اسلامی در بزنن، اجازه هست ما بیایم حقایق رو جمع بکنیم. حقایق به فراوون موجوده. نماینده دولت ایران هم در اونجا بود، یکی از این آبجی خانم ها رو فرستاده بودن. اما در درجه اول ببینیم جناب ناصرخان کنعانی سخنگوی وزارت خارجه چه میگوید. نگاه میکنیم. جمهوری اسلامی ایران همونطور که رسما اعلام کرد هیچ گونه همکاری با این کمیته سیاسی که تحت عنوان کمیته حقیقتیاب مورد اشاره قرار گرفت نخواهد داشت، چون این اقداماتی هیچ کمکی به ارتقاء حقوق بشر و مفهوم حقوق بشر به عنوان یک مفهوم والا و انسانی نخواهد کرد و صرفاً به تقلیل جایگاه سازوکارهای حقوق بشری در دنیا منجر خواهد شد. آقای کنعانی، نونی که میخوری حرامه، سمه. تو اومدی میگی مفهوم والای حقوق بشر، مفهوم والای حقوق بشر میگه جینا رو بکش، حدیث رو بکش، کیان رو بکش. چی به تو این اجازه رو داده که آدم بکشی به خاطر حفظ سید علی پیرمرد نادان که هیچی سرش نمیشه؟ یک بار نشست این مرد به دردهای این نسخای آسی گوش بده؟ یک بار تعمل کنه چرا شاه پاشد رفت با هلیکوپتر شهر رو نگاه کرد، مخالفانشون بیپذیر و باشون صحبت میکرد. ولی دریغ، آقای خامنه ای به آقا مجتبی اجازه داد با فاطمه هاشمی صحبت کنه، حل شد قضیه، همه چی حل شد. چرا الهه کولایی رو نبودید صحبت کنه؟ چرا شیرین عبادی صحبت نکنه؟ چرا یک مجموعه ای از مخالفان نیان بشینن و بگن آقا داستان شما به سر اومده، شما این داستان رو میخوان خونین پایان بگیره یا اینکه مثل آدم پا میشین میرید؟ بالاخره سوریه رو میلیاردها پول دادید، یا حیات و اتاقی بهتون میدن بدین زندگی کنین بغل از زینب، البته اون آرامگاه ساختگی، چون ایشون آرامگاهش در قاهره است. حالا من همیشه سوال میکنم از خودم، در این مجموعه مشاوران و مصاحبان سید علی آقا یک دونه آدم با شرف پیدا نمیشه؟ ولایتی، همه چی تو فروختی، الانم معتاد و بدبخت اون گوشه افتادی، به بازیت هم نمیگیرن که چی؟ که حاکم با توه؟ اون حداد عادل یه عمر کیف کشی کردی، ولی صد رحمت به کیف کشی سید حسین نصر، تو اینکه امروز آفتابدار خامنه ای شدی. بیچاره، اینا خودشونو فروختن و باختن، تمام مراهم انسانی رو از دست دادن که به چی برسن؟ به این موقعیت. من واقعا افسوس میخورم که ما در برابر حاکمیتی هستیم که حتی شعور درک این رو نداره که این جوانان ما حرف دارن. زن، زندگی، آزادی خیلی مفهوم بزرگی داره که جهانگیر میشه. اون وقت ناصر کنعانی میاد برای حقوق بشر برای ما لکچر میده و این دور از مفهوم انسانی حقوق بشر. این که اومدن گفتن چرا آدم میکشین، چرا بچه شستا کشتید، دور از مفهوم جهانی حقوق بشره. این که زنا را چرا میکشید، دور از مفهوم جهانی حقوق بشره. برای من
شگفتی آور. برای اینکه بگم این رژیم چقدر پسته، چقدر پسته، صدا و سیمای جبلی رئیس پاسدار بیمارش اومده چهره نشون میده به مردم که بیاین شناسایی کنید، به ما بگید. آره مردم هم دویدن اومده، البته یه دو موضوعاتون هستن، ولی چجوری این چهره رو تشخیص بدن؟ نگاه کن. سازمان اطلاعات سپاه تصاویری از اغتشاشگران را که در اغتشاشات گذشته اقدام به تخریب اموال عمومی و شخصی کردند منتشر کرد. این سازمان از مردم خواسته در صورت شناسایی این اغتشاشگران با شماره تلفن تماس بگیرند. شونو بچه ها زدن خراب کردن، تصویرهاشون هم دیدیم چی هست. مردم رو تلفن میزنن، ما تصویر شما رو داریم، فردا بیاین اینجا. میگه آقا من با تلفن نمیام، فردا مأمور میره در خونش. کدوم تصویر اینا؟ این که من نیستم. مثلا روسریم اینجوری نیست، من بلوزم اینجوری نیست. به این صورت مزدوراشون هم که میرن خبر میدن اینجوری خبر میدن. سخنان نماینده لهستان در پارلمان اروپا خطاب به جمهوری اسلامی بسیار شنیدنی بود. نگاه کنید به این بانو و سخنهای بسیار تکان دهندش. مادام پرزیدنت، ایران کلیمز تو بی ان اسلامیک republic. But as this resolution makes clear, it is also one of the world's most repressive regimes. I therefore have a question to the mullahs in Tehran. If you represent a God that is good, powerful, and merciful, then why do you need to repress, torture, and murder your people so much? No, your regime is a blasphemy and an abomination to every decent Muslim, every person of faith, and every person of conscience. You have brought your country to such desperate straits that you are now signing agreements with China to give away your... بله من اشتباه کردم. این نماینده لهستان آقا بود و اون نماینده جمهوری اسلامی بود که میخواستم نگاه کنید که حرفایی که میزنه و آبروی خودشو میبره. نگاه کنید. We have called upon Iran to respect these rights, to stop the violent crackdown on protesters, the bloodshed, the arbitrary killing, the mass arrests, the death penalties. The only answer we received was more violence, more death. My delegation would like to advise the foreign minister of German regime, who addressed her own design concert this morning, to turn her attention to thousands of peaceful protesters in the streets of the Germany, in Berlin, Stuttgart, and other cities, demanding more social justice, and by her advice, they are suppressed violently by German authorities, police, and security forces. Most people don't like hearing negative things about their country, their beliefs, their friends and family, or themselves. The natural response to accusations is shame if you think they might be true, or anger if you think they are false. Propagandists take advantage of this by using the tactic called whataboutism. Whataboutism is about changing the subject by manipulating emotions. Russian propagandists often point out hypocrisy and deflect criticism of Russia. When someone criticizes Russia for X, there is an immediate response. What about Y? The invasion of Crimea? What about Iraq? Repression of Crimean Tatars?
What about Western colonialism and imperialism? Police brutality in Russia? What about police brutality in the United States? Vladimir Putin's corruption? What about corruption among Western politicians? When Russian propaganda uses this tactic, it is important to keep calm. Rule number one, call out whataboutism by its name. Rule number two, don't get derailed. Rule number three, don't let the propagandists make the perfect the enemy of the good. Stick to the subject, don't get distracted. Was the war in Iraq a calamity? Okay, but does this justify Russia making a new calamity on purpose? Russian propagandists want to devalue critical thinking and research and encourage emotion and conspiracy theories. If we react irrationally to their emotional manipulations, we are playing by their rules. خیلی جالب بود این مطلبی که بعد از این کلیپ اومد. بهش میگن کشورت رو آدم کشته جنایت که پس این تظاهرات آلمان چی؟ تمام عمرش جمهوری اسلامی همین کارو کرده. تا اسم حقوق بشر اومده پس کشتن سیاها تو آمریکا چی؟ اگر در آمریکا یه سیاه رو کشتن دو تا پلیس رو زندانی کردن و تا ابد محروم کردن از شغل گرفتن. قانون هست اونجا، مثل جنگل جمهوری ولایت فقیه نیست. حالا شما خودتونو بزنید بالا، دختره رو بفرستید، یه آبجی خانم یا دادر آقا داداش بفرستید بره در این مجامع سخنرانی کنه. نتیجه چیه؟ دنیا که میدونه شما چی کارید، چه جنایتکارایی هستید. آقای معاهد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهوری، راه حل رو به ما نشون داد. کشور جمهوری اسلامی آزاده، حتی رفراندوم رو پذیرفته. بگید نه؟ نگاه کن، قانون اساسی ما این حق رو، این حق طبیعی مردم رو برای اعتراض و تجمع و راهپیمایی به رسمیت شناخته. بله، هیچ قانون اساسی خودش پیش بینی کرده یک روزی هم اگه لازم باشه رفراندوم هم صورت بگیره، در قانون اساسی پیش بینی شده. اما یه سری بخش‌ها اصلا قابل رفراندوم نیست، قابل هم پرسی نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام، یکی دلش بخواد این نظام دیگه اسلامی نباشه، خب دلش بخواد، ولی قانون اساسی چین اختیار بهش نداد. پس جمهوریت قابل رفراندوم نیست، اسلامیت قابل رفراندوم نیست. اینکه پایه های این حکومت بر مبنای ولایت امر و امامت امت شکل گرفته قابل رفراندوم نیست. این مردک فکر میکنه همه مثل خوش احمقن. رفراندوم برای چیه؟ برای تغییر نظام. آخوندهای کردستان ماموستا، مولوی عبدالحمید در بلوچستان اعلام کرد رفراندوم کنید ببینید آیا مردم شما رو میخوان یا نه. مردم اسلامیت رو نخوان نمیشه، ولایت فقیه نخوان نمیشه. نه، مردم نمیخوان. و چون شما نادانید و نمیخواهید این حق مردم رو به رسمیت بشناسید، با پسگردنی میبرن تو میدون اعدام. این چیزیست که شما براتون مقرر شده. این مردک با کمال وقاحت میاد میشینه میگه که بله تظاهرات پیش بینی شده اما ما میریم میکشیم. رفراندوم پیش بینی شده اما نه برای آقا، نه برای نظام. جمهوریت شوخی میکنی؟ مگه جمهوریتی وجود داره؟ آقای رئیسی رئیس جمهور منتخب مردمه. خجالت بکشید واقعا. یه نکته که برای من جالبه این مسئله آقای امام جمعه بابله. این عمام انداختن پریشانش کرد. یه وقتی ملای بابل مرحوم سالکی بود، یک آدم نازنین، سردفتر بود، فرزندانش فکر می‌کنم الان داروخانه داشته باشن در بابل، مرد وارسته‌ای بود. امروز کی اومده جای اون؟ نگاه کن، این حرکت محکوم است، یعنی در ذات خودش این حرکت حرکت محکوم است، حرکت غلطی است. این حرکت حرکتی است که قطعا جز محکومیت چیز دیگری ندارد. باید این افراد و اشخاص بدانند، بفهمند، درک کنند
که این حرکت زشت‌ترین حرکتی است که یک انسانی ممکن است که نسبت به یک عالمی انجام بدهد، ثمری برای شما ندارد، با این مسئله مشکلی حل نمی‌شود، بلکه در این زاویه باید دانست که این حرکت زمینه ایست برای شکستن همه قداست‌هایی که ما در درون جامعه داریم. جوان عزیز ما باید یادآوری کرد که کمی بیندیشد که چه می‌کند، این کار چه نتیجه برای او در پی دارد. با این حرکت هیچ وقت روحانیت مرعوب نمی‌شود، از میدان به در نمی‌رود، بلکه به وظیفه خودش در این زمینه عمل می‌کند، بلکه این گونه صحنه‌ها موجب می‌شود روحانیت راسخ‌تر بشود. لباس عمامه مقدس یک عالم. من فقط گاهی اوقات با خودم میاندیشم یه جوونی که میره به حوزه 20-25 سال اونجا میشینه، همین جامع المقدمات رو میخونه و بعد شروع میکنه الفیه و بعد میاد حاشیه و تمام این مزخرفات رو شما فقط یه بار شده یکی از این کتاب ها رو بگیرید، من خوندم، بگیرید یه نیم ساعت وقت روش بگذارید، ببینید آیا عقل سلیم و مغز سالم یک انسان میپذیره. اینجا اگر کشیشی میره دانشگاه و لیسانس میگیره در دیانت یا در رشته‌های نزدیکش، بعدم میاد میره کلیسایی میدن بهش، میره در اونجا واعظی میشه، روزای یک شنبه نطق میکنه، رفیق مردم میشه، طرف مریض بالا سرش میره. این همه آخوند در ایران چه ثمری برای کشور ما داشتن؟ زنده‌یاد کسروی در اون زمان اینها رو گفت و متاسفانه رفتن کشتنش و دولت هم نادیده گرفت و ترس آقای کاشانی و امثال اونا آزادش کرد، قاتلا آزاد شدن. آقای نواب صفوی البته بعدن اعدام شد ولی برای کارهای دیگرش. و من همیشه فکر میکنم کدوم آدم صاحب عقلیه که بره عمرشو بذاره این چرندیاتو بخونه؟ البته الان سود داره، چون تو رو میکنه محسنی اژه‌ای، محسنی اژه‌ای که دزد، آدم کشه، بی سواده، با اتوریته و قدرتش برای خودش دیپلم درست میکنه، لیسانس درست میکنه، 100 میلیارد از بابک زنجانی میگیره و بعد میاد این حرفا رو به ما میزنه. یکی از بالاخره ابزار مهم دشمن در این مرحله با دروغ پراکنی، با شایع پراکنی، با تبلیغات فراوان دروغین و پمپاژ کردن اونها توی ذهن مردم لحظه به لحظه، گفته شده، دستور داده شده که به همه استانها و مخصوصاً به تهران، الان دیگه به هیچ کسی که یک حرف بیمنطقی میزنه، یک حرف دروغی میزنه ازش نگذرید. اگه امروز گفت بلافاصله همین امروز اگر میتونی احضارش کنی، نمیتونی بله مرحله میذاره، بله بیارینش تو سرش بزنین، اگه گفت غلط کردم توبه کرد، تعهداتی ازش بگیرید، وثیقه بگیرید، ولش کنید. بعد در مرحله دوم اینجوری بکنید، بعد مرحله سوم هم مجازاتش کنید. و این مردک یک لحظه پیش کدوم دروغ ترویج شد؟ کدوم دروغ رو پخش کردن؟ آیا شما دروغی دیدید در اینجا؟ آدم ها رو در خیابان میکشید، 400 نفر رو کشتید، جوان ایرانی رو میکشید، مهسا، حدیث و صدها تن دیگر، کیان رو میکشید، نازنین کودکم که خدایش رنگین کمان بود، خدای تو قاسم جباره، خدای تو تجویز کننده بریدن سر 700 یهودی است، بنی قریظه است، اون خدای توه، خدای ما رحمان و رحیمه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا در پناه پروردگار سکولار.
پروردگار ما عاشق.